درود به همه زیبارویان و قدرتمندان تو و بیرون خونه. ارادت فراوان خدمت همه عزیزانی که به دنبال آزاد اندیشیدن و آزاد زیستن هستن. مجنون اینجاست با یه ویدیو دیگه. موضوع ویدیو امروز ما حکم وحشیانه سنگسار در اسلامه. با مجنون باشید. دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک یا دیسلایک بکنید، کامنت بنویسید، کلید زنگوله را بفشارید. بریم سراغ ویدیو. سنگسار چیه؟ به ارتکاب زنای محسن محکوم است به سنگسار، نوعی مجازات شرعی که بهش رجم میگن. سنگسار یا همون رجم از طریق پرتاب مستقیم سنگ به سر، صورت و کلن جمجمه مجرم انجام میشه که دارای سلسله مراتب و رسوم خاص خودشه. اول یه چاله تو زمین به عمق 1.5 متر میکنن، بعدش مجرم رو تا بالای قفسه سینه توی چاله میذارن و با خاک چاله رو پر میکنن، جوری که مجرم از سینه به پایین دفن میشه و فقط میتونه گردنشو تکون بده. به اندازه یک وانت سنگ در چند متری اجرای حکم روی زمین میریزن که معمولا سنگا رو از قبل آماده میکنن. بعدش قاضی حکمو میخونه. اشخاصی که اونجا حضور دارن از اون سنگا بر میدارن، سر و صورت و جمجمه مجرم رو نشونگیری میکنن و با قدرت تمام به قصد کشت سنگا رو پرت میکنن و انقدر به سر و صورتش سنگ پرت میکنن تا بمیره. قربونت برم، دین اسلام، دین مبین، دین مهربانی. حکم سنگسار در قرآن. در کمال ناباوری باید خدمتتون عرض کنم هیچ آیه‌ای در هیچ جای قرآن وجود نداره که دستور سنگسار رو داده باشه. در واقع این حکم وحشیانه جز معدود احکامیه که توی قرآن ذکر نشده و هر کسی که برای بار اول به اسم اسلام این حکم رو اجرا کرده قطعاً یه آدم روان پریش عقده‌ای بوده. یه لحظه فکر کنید یه آدم چقدر میتونه عقده‌ای و حقیر و روان پریش باشه که همچی چیزی رو ابداع کنه؟ چقدر میتونه سادیست میباشه؟ اصلا چجوری به ذهنش رسیده همچین بلایی سر یه انسان دیگه بیاره؟ حکم سنگسار تقریبا در 90 روایت ذکر شده. روایت، حدیث، نقل قول، از قرآنش چیزی در نمیاد. بعد ما بیایم نقل قولی که یه آخوند دوزاری به ما میگه رو بخوایم باور کنیم. از ابی ابن کعب و ابو موسی اشعری نقل شده که مضمون آنها کنار ماندن برخی از آیات در قرآن تدوین شده میباشد. قرآن تدوین شده، این یعنی محمد حکم رو صادر کرده و در احادیث ذکر کرده اما حال نکرده تو قرآن بنویسه. عجب عوضیایی بودن ها، آیات کتاب پیامبر دین خودشونو بردن زیر سوال تا فقط قانون سنگسار رو زنده نگه دارن تو طول تاریخ. عمر ابن خطاب مدعی بوده که آیه سنگسار بر محمد نازل شده اما بنا به دلایلی از قرآن حذف شده و علی در نهج البلاغه گفته من مخالف سنگسارم. نظر مراجع شیعه در مورد سنگسار. نوری همدانی: حکم الهی تغییر ناپذیر است. کدوم حکم؟ یه جا تو قرآن ننوشته در موردش. دقیقاً کدوم خدا رو داری میگی تو؟ مکارم شیرازی: در شرایط کنونی میتوان حکم را تغییر داد. یعنی هر جوری که به نفع جیب نامبارک آخونداست. اردبیلی: مجازات رجم قابل تغییر نیست. ولی چنانچه اجرای این حکم برخلاف مصالح اسلام و مسلمین باشد، فقیه جامع الشرایط میتواند حکم به عدم اجرای آن دهد. حکم متمایل به سمتی که منفعت دین این بیشرفا اونجاست. تو این مورد خدا و پیغمبر به یه ورشون هم نیست. نظر علمای سنی راجب سنگسار:
ابن حجر عسقلانی، اونایی که میگن سنگسار حکم اسلامه، از خوارج و معتزله هستن. شافعی در کتابهای العم و جماع العلم، جماع، کاملا مخالفت خودشو با سنگسال یا همون رجم اعلام کرده. مثالای زیادی میشه زد اما وقت کمه. به طور کلی اکثر مراجع اهل سنت مخالف اجرای حکم سنگسار هستند و اکثر علمای شیعه هم طبق منفعت خودشون فتوا صادر کردن. حکم سنگسار به چه کسی تعلق میگیره؟ طبق ماده 225 قانون مجازات اسلامی، سنگسار یا رجم به کسی که زنای محسن یا محسنه انجام داده تعلق میگیره، یعنی رابطه جنسی با زن شوهردار یا مرد زندار، اونم در شرایطی که شاکی 4 شاهد مرد داشته باشه. مسخره. رخشانه 19 ساله پس از آن که به خواست خواستگارش نهگفت، از سوی برادر خواستگارش در میان مردم سنگسار شده است. با همین گزارش رو میبینیم. شاید با خودتون بگین این قانون واسه قدیما است، اما من نظرتون رو به بخش بعدی برنامه جلب میکنم. تاریخچه سنگسار در دوران حکومت جمهوری اسلامی. ثریا منوچهری، متولد 1330 در روستای کوهپایه کرمان. این خانم در جریان یک نزاع خانوادگی به زنا محکوم شد و در 24 مرداد 1365 در روستای خودشون و به دست اهالی سنگسار شد. تو اون زمان وقتی علناً قانون بشر داشت توسط جمهوری اسلامی نقض میشد، یه رمان به اسم سنگسار ثریا در سال 1994 منتشر شد که بعدها فیلمش هم ساختن. فیلم سنگسار ثریا با بازی شهره آقداشلو و پرویز صیاد. داستان سنگسار ثریا زمانی جنجالی شد که بعد از مردن ثریا شواهدی برملا شد که بیگناهی اونو ثابت میکرد، اما طبق معمول جمهوری اسلامی قضیه رو ماسمالی کرد و گذاشت در شعور مردم، کاری که همیشه میکنه. اصلا فرض کنید ثریا واقعا به شوهرش خیانت کرده و زنا کرده، چرا باید سنگسار بشه؟ اصلا چرا باید اعدام بشه؟ یه آدم رو با پرتاب سنگ به صورت تدریجی زجرکش کنی فقط به خاطر اینی که همخواب یه نفر دیگه جز همسرش شده؟ خیلی احمقانه است، در این حال خیلی هم ترسناکه. محبوب محمدی و عباس حاجیزاده در 17 اردیبهشت 1385 در مشهد سنگسار شدند. 15 تیر 1386 در روستای آنچکند تاکستان، امیدوارم اسمشو درست گفته باشم، جعفر کیانی سنگسار شد. در 13 ژانویه 2008 علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد 2 ایرانی و 1 افغانستانی در مشهد سنگسار شدند. دقت کنید اینا تو قرن 21 اتفاق افتاده. بر اساس گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، جمهوری اسلامی در طول حکومت خودش 150 نفر رو سنگسار کرده. جمهوری اسلامی، اسمش جمهوری اسلامی در حالی که این حکم هیچ جای قرآن نوشته نشده. میدونید از این سنگسارا چی به یادگار میمونه؟ اینکه این اعدام‌های وحشیانه به اسم مجازات اسلامی انجام شده و از همه دست‌اندرکاران جانی این جنایت قبیح‌تر و چندش‌آورتر اون رهگذریه که به محل سنگسار میره و به سمت کسی که نمیشناستش سنگ پرت میکنه به قصد کشت، چون معتقد مسلمونه و اینم وظیفه‌شه. خب دارالمجانین، این بود ویدیو ما. آرزو میکنم خوشتون اومده باشه و به اطلاعاتتون هر چند کم اضافه شده باشه. اگه دکمه سابسکرایب رو نزدید بزنید، زنگوله رو فشار ندادید بدید، لایک و دیسلایک نکردید بکنید و کامنت بنویسید. امیدوارم روزی فرا برسه که انسان‌ها بدون هیچ دین و آیین و مذهب با عشق و احترام کنار هم زندگی کنند.
من واقعا دوستتون دارم. شاد، سلامت و ثروتمند باشید. سایه ها بخشی منن، رخه میکنن به تنم. سایه ها رسمیم، برخست نقشیم، درک میکشم رو ذهن پریشونه.